بچه سلام، چطوری؟ امیدوارم که عالی باشید. در اصلی هستم در خدمتتونم با این ویدیو. بریم سراغ امروز پنجشنبه و ببینیم که چه خبره توی بازی و کلن این هفته چه خبره توی بازی. اول از همه بریم سراغ پک های جدیدی که اومده اضافه کرده به بازی. کلی لیگ سلکشن امروز اضافه شده به بازی، واقعا هم خیلی باکس های خفنی هستن که اینا رو اومده اضافه کرده. دو تا لیگ سلکشن از جلیگ داریم، حالا شرق و غربش کرده، و همینطور لیگ سلکشن کره و لیگ سلکشن مکزیک هم اومده اضافه کرده. یعنی در کل 4 تا لیگ سلکشن جدید امروز به بازی اضافه شدن و همینطور دو تا پتوی جدید هم اومده اضافه کرده. یه پتوی معمولی داریم و یه پتوی ویژه چمپیونز لیگ اومده اضافه کرده. البته بوستری که بازیکناش دارن مثل همون بوستر پتوی معمولی میمونه. امروز هم کرومی خیلی واقعا خسیس بازی در آورده. قبلا وقتی که مثلا میومد دو تا پتو اضافه میکرد، برای هر کدوم میومد یه دونه شانس رایگان میداد، یه شانس رایگان از پتوی معمولی میداد، یه شانس رایگان مثلا از پتوی چمپیونز لیگ میداد که میتونستی با اون شانس رایگان از هر کدوم بازیکن بگیریم. ولی این دفعه فقط ما میتونیم یه دونه شانس رایگان بگیریم، اونم از قرعه پتوی معمولی. همونطور که ببینید تو ایونت مکزیکن کلاب اینجا اضافه شده که با تکمیل کردن این ایونت میتونیم فقط یه دونه شانس رایگان بگیریم از پتوی معمولی و ایونت دیگه‌ای که بخواد شانس رایگان بهمون بده از قرعه چمپیونز لیگ دیگه نداره. و اگه خواستید قرعه چمپیونز لیگ بازیکن ازش بگیرید، دیگه فقط میتونید براش سکه بزنید و کلا هم 3 تا بازیکن میتونید ازش در بیارید. یه 50 کجیبی کنامی اومده به همه کاربرا امروز داده بابت مشکلاتی که حالا مثل اینکه تو مهارت لانگ ترو وجود داشته. یه 50 کجیبی رو به همه داده. یه اطلاعی هم اینجا زده کنامی در مورد بالانس سکه منفی برای سری از اکانتا، مثل اینکه این سری از اکانتا بالانس سکهشون رو منفی کرده. حالا من اینکه 75 تا سکه بیشتر ندارم، ولی یه سری از اکانتا این بالانس سکهشون رو منفی کرده. حالا ببینیم تا کجا پیش رفته کنامی. تو این اطلاع یه سری توضیحات در این مورد داده، مثل اینکه اون اکانتایی که الان اومدن سکه رو به صورت غیرقانونی خریداری کرده بودن، حالا اومده بالانسشون رو منفی کرده. حالا هر از سکه بخرن که تازه اینو به صفر بتونن برسونن. فکر کنم همینایی که سکه اقتصادی اینو خریدن، حالا بالانسش اکانتشون منفی شده. حالا نه برای همه اکانتا، ولی خب اونایی که خودش اومده شناسایی کرده که آقا فلانی اومده سکه رو مثلا به صورت غیرقانونی خریده، اینو کرده دیگه تو پاچه‌شون. هفته آخر سیزن 4 با هم دیگه امروز شروعش کردیم و یه هفته بیشتر نمونده تا شروع سیزن 5 بازی. ببینیم که توی سیزن 5 چه اتفاقاتی قراره بیفتن. پک‌های جدیدی که امروز اضافه شدن، همین لیگ سلکشن‌های جدید امروز بیشتر از یه هفته مهلتشون نیستش و تا قبل از شروع سیزن جدید اینا مهلتشون تموم میشه. یه سری پک داشتیم، پک های ملی آسیایی، همه اونا مالشون امروز تموم شده و دیگه تو بازی نیستن و پک های نومینیت هم که ما اینجا داریم همین یه هفته بیشتر ازشون مولد باقی نمونده، اینا هم قراره تموم بشن. و این سه تا لیگ سلکشن که اینجا داشتیم مثل ایتالیا، اسپانیا، همتون انگلیس، اینا هم دو هفته بیشتر ازشون فرصت باقی نمونده. خیلی از پک هایی که ما اینجا داریم داره مالشون کم کم تموم میشه. ببینیم که توی سیزن جدید کنم میخواد چه پک ها اینجا اضافه بکنه. یه اسکرین شات فکرم امروز یه جورایی زور پیدا کرده، نمیدونم از کجا، ولی خب همونطور که میبینید وبسایت خود کنامی اومده سری حالا توضیحات تو این قسمت داده، دیگه قشنگ معلومه که فیکه دیگه. سیزن روشن رو زده 7/3/24 تا 14/3/24، یه سیزن یه هفته ای مثلا. پلنت اسپیشال پلی لیست هم گفته آقا مثلا این بازیکن ها قراره که تو این سیزن ظهور پیدا بکنه، جورایی کلاس رو میگه و همینطور مایکل اوون دیگه، قشنگ معلومه این فیکه. این تصویرم از لئو مسی مثل اینکه جدیدا تو پایگاه داده بازی دیده شده و حالا یه لباس خیلی خوشگلی کنامی تنش کرده، گلمنگولی ایناست و به نظر میسی که ما یه کارت جدید از لئو مسی داشته باشیم تو بازی. حالا شروع سیزن جدیدم هسته، شاید بخوام مثلا یه همچین کارتی رو رایگان به همه بده. هم شروع سیزن جدید، هم داریم خیلی نزدیک میشیم به ماه رمضان و شاید بخواد یه حرکتایی برای ماه رمضان بکنه، مثلا یه کارتی از لئو مسی به همه بیاد رایگان بده کنم. این چیزی دقیق معلوم نیستش و این فقط منتظر سیزن 5 باید باشیم اینو که میخواد یه همچین حرکتی بزنه یا نه. اما یکی از جنجالی ترین خبرهایی که امروز ما داشتیم تو بازی، هایلایت هایی هستن که ما قرار اینا رو روز دوشنبه ببینیمشون توی بازی. همونطور که می‌بینید ما تقریبا از همه جا هایلایت داریم دیگه. گابریل ژسوس رو داریم از تیم آرسنال از لیگ انگلیس، باز کینگزلی کومن رو داریم از تیم بایر مونیخ، دوباره جانسون رو داریم از تیم تاتنهام ولی دوباره لیگ انگلیس، اینور چرکی داریم از المپیک لیون و حالا لیگ 1 فرانسه، فروهاشی رو داریم از سلتیک اسکاتلند، لانگو داریم از پی اس وی آیندهوون، پابلو توره رو داریم، حالا نمیدونم باشگاه و لیگش کجاست، و همینطور دکتلا رو داریم از آتلانتا و لیگ ایتالیا. همونطور که ما تقریبا از همه لیگ‌ها اینجا بازیکن داریم دیگه. قبلا هایلایت‌ها که مثلا میوادن معرفی میشدن از چه لیگ بودن دیگه، مثلا همه هایلایت‌ها بودن از لیگ ایتالیا، همشون بودن از لیگ اسپانیا، همشون بودن از لیگ انگلیس، اما اینجا هایلایت‌ها تقریبا از همه لیگ‌ها ما اینجا داریم دیگه. به نظر میرسه پس ما روز دوشنبه یه چیزی در مایه‌های اتکرای اروپا رو داشته باشیم. اما حالا چه بازیکن‌ها یه پیکی رو ما قراره تو این پک داشته باشیم روز دوشنبه؟ حالات مختلف اینجا وجود داره. یکی از شیرین‌ترین حالتاش اینه که ما بالاخره کالاس رومینیگر رو ببینیم روز دوشنبه تو بازی. بازیکن مورد علاقه من، آیا بالاخره روز دوشنبه قرار رو بازی اضافه بشه؟ چیزی دقیق معلوم نیستش. اون حالتی رویایی که دیگه به خود کنامی بتر کنه این پک و اینه که مثلا بیاد کالاس رومینیگر رو اضافه بکنه کنار رونالدو
رونالدینیو کنار مایکل اوون، یعنی همزمان این ستاره توی پک قرار بده، خیلی دیگه این پک رویایی میشه و فکر نکنم اصلا کنم بخواد همچین کاری انجام بده و خیلی واقعا بعیده یه همچین پکی ما ببینیم توی بازی که هم مایکل اوون توش باشه هم رونالدینیو هم کلاسرومینیگه. حالا از بین این چند تا بازیکنی که اینجا ببینید به نظر میرسه که ما سه تاشون رو تو باکس روز دوشنبه داشته باشیم: مایکل اوون، رونالدینیو، گاوچو، کلاسرومینیگه، پیزارو، پابلو سرجیو تو هوینب، سه تاشون رو بالاخره ما تو باکس روز دوشنبه میتونیم ببینیم. حالا اگه ما بیایم به این هایلایت روز دوشنبه نگاه بندازیم، میبینیم که از هر کدوم از این لیگا ما بازیکن هایلایت داریم تو این قسمت، پس باید بازیکنای پیک هم از هر کدوم از این لیگا باشن دیگه. حالا از بین اون 6 تا بازیکنی که بهتون گفتم، 4 تاشون مال بایرن مونیخ بودن، یه دونه مایکل اوون مال لیگ انگلیس، یه دونه رونالدینیو گاوچو مال لیگ ایتالیاس. پس اگه منطقی بیام این قضیه نگاه بکنیم، باید از هر کدوم از اینا یه دونه نماینده بذاره تو این قسمت. نماینده انگلیس که یه دونه بازیکن بیشتر از اونم مایکل اوونه که خب اینو باید بذاره، نماینده ایتالیا هم یه دونه رونالدینو که باید اینو بذاره. حالا میبینه بایرن مونیخ که 4 تا بازیکن ما ازش داریم، از بین این 4 تا ببینید که کدوم یکی رو میخواد بذاره. حالا اگه بخواد از بین این 4 تا بایرنیه رومینیگر رو کنار رونالدینیو و مایکل اوون بذاره، باکس دیگه خیلی رویایی میشه و این کارو واقعا از کنومی خیلی بعیده. از به نظر نمیسه که ما رومینیگر رو روز دوشنبه نداشته باشیم. حالا نظرتون تو قسمت کامنت ها بگید. اما بریم سراغ دوتا قرعه پوتوی امروز، یعنی پوتوی معمولی و همینطور پوتوی چمپیونز لیگ، که اول از همه بریم سراغ خود قرعه پوتوی چمپیونز لیگ که اینجا شانس رایگان هم نداریم، فقط سه تا بازیکن میتونیم ازش در بیاریم. اینو که کیو رو داریم اینجا، کوین دی برونه رو داریم، پدری تو پست ال دبلیو اف رو داریم، ویکتور اوسیمن، مارکینیوش، برایم دیاز، لوئیس آلبرتو، اوتاویو، لوک دیونگ هم داریم و سه تا بازیکن که این پایین هستن، یعنی آرناتوویچ، لونین و همینطور ماتسون رو داریم داخل این پک. حالا لونین و ماتسون دو تا بازیکن 4000 این پک هم هستن. اول بریم سراغ کوین دی بروینه که پلینگ استایل جذاب هول پلر رو براش کنم در نظر گرفته. اول بریم سراغ بوسترش که شوتینگ کلاس 3 هستش، میاد بال کنترل، فینیشینگ، کیکینگ پاور و همینطور فیزیکال کانتکت 3 تا اضافه میکنه. بریم سراغ حالا استاتش که تو قسمت بال کنترل که خیلی عالیه، 93 داده کنمی، ولی خب دریبلینگش متوسط 80 خیلی زیاد نیست. تو قسمت بالانسش ولی پایین داده کنمی دیگه، بالانسش فقط 75. پاسینگش که خیلی واقعا عالیه، لولافتت پاس 92 89 داره که حتی اگه تو ترکیب اگه بره اینا بالای 90 همشون میرسن که خیلی عالی میشه. فینیشینگ 85 داره، کرل 86 و کیکینگ پاوری که واقعا خیلی غوله. کجاش کیکینگ پاورش؟ کیکینگ پاور 92، حتی اگه تو ترکیب بره این بیشتر هم میشه که تو این قسمت شوزنی خیلی واقعا عالیه. کوین دی بروین ولی خب دیگه اسپید اکسلریشن نداره. هالند هم بدون کوین دی بروین واقعا زیاد هالندی هم نمیتونه بکنه. کلی موارد پاسینگ کوین دی بروین داره، همونطور که میدید وان تاچ پاس داره، ترو پاسینگ داره، ویتد پاس داره، بیم کراس داره، لولافتد پاس داره، خیلی واقعا موارد پاسینگ خوبی داره. پدری داریم تو پست ال دبلیو با پلینگ استایل کریتی پلی میکر. بریم سراغ استاتاش که بال کنترل و دریبل و تایت واقعا خوبی داره، 92 90 92 و بالانسش هم واقعا مناسبه، بالانس 89 داره که تو ترکیب اگه میتونه 91 رو بگیره با بالانس خیلی خوبی هم هستش. بریم سراغ این قسمت با پاسینگاش. لوپوس 87 لوفتد 83 داره که لوفتدش به 85 هم میرسه تو ترکیب. تو قسمت اسکیلاش هم اونطور که می‌بینی پینگ پونگ کراس وجود داره. تو پست وینگ هم دیگه داره بازی می‌کنه و خوراک سانچ کشیدن هم هستش. پدری بیام خورد پایین‌تر، اسپیدیناش که چندان زیاد نیست، 80 85 فقط. ویکتور اوسیمن داریم، پلینگ استایل گل پوشر. بریم سراغ استاتاش، همونطور که می‌بینید فینیشینگش می‌تونه به بالای 90 خودشو برسونه، یعنی 90 می‌تونه بشه تو ترکیب اگه بره. هدش هم می‌تونه به 84 برسه، بیام خورد پایین‌تر. سوراتیناش که اسپیدش می‌تونه به 93 و اکسلریشن می‌تونه به 87 برسه. مارکینیشو داریم سی بی بیلداپمون تو این پک. بریم سراغ اول از همه استاتای دفاعیش که 89 92 86 89 استاتای دفاعیشن. هدش 86 و یه خورده که بیم پایین تر، جامپ 93 هم بهش داده کنمی. دومین بوستر این پکمون یعنی برایم دیاز پست AMF و پلنگ استایل این هم مثل دی بروین هول پلیر هستش. بریم سراغ حالا استاتاش. اول از همه بوسترش که بال کرینگ پلاس 3 داره که میاد به دریبلینگ شوت اوت پوزیشن استریت همینطور بالانس 3 تا اضافه میکنه. بال کنترل 93 داره که خیلی عالیه، دریبلینگ 88 داره که تو ترکیب اگه بره 90 میتونه بگیره و اینم خیلی عالیه. تایتش هم که 92 و بالانسش میگه چقدره، بالانس 91 هم داره که بالانس فوق العاده هم هست. لوپوس 87 داره ولی خب لوفتد زیاد جذاب نیست و فقط 78 داره، ولی خب اگه تو ترکیب بره میتونه 80 رو بگیره. لوفتد پاس و اسپید اینا، اسپید 85 اگزشن 86 که اسپید اوناسیوی هم میتونه باشه برای ام اف. سومین بازیکن بوستر این پکیمون یعنی لوئیس آلبرتو داریم که این یکی دیگه پلینگ استایل باکس تو باکس هستش، اون دو تا قبلی هول پلیر بودن. بریم اول از همه سراغ بوسترش که تکنیک کلاس 3 هستش، میاد بال کنترل، دریبلینگ، تایید و همینطور لوپازش 3 تا اضافه میکنه. بال کنترل فوق العاده عالی 97 داره که اگه این تو ترکیب بره اینو میتونه حتی به 98 92 هم برسونه که خیلی واقعا عالیه. دریبلینگش هم میتونه به 90 برسه، تایید خیلی خوبی هم داره 92 و بیا میخورد پایینتر. بالانسش زیاد جذاب
جذاب نیست و متوسط 81 که فقط. پاسینگای ولی فوق العاده خفنی داره. لو پاس 96 و لوفتد 91 که خیلی واقعا تو حساب پاسینگ عالیه. ولی خب خیلی کند به نظر میرسه. اسپیدش فقط 67 و اکسلریشن فقط 73 داره. بریم سراغ پوتوی معمولی که ما ولاویچ بوستردار رو داریم تو این پک. دیبالا رو داریم، لوکا مودریچ رو داریم که خود من فکر می‌کردم که این دوتا شاید بوستردار باشن ولی خب نبودن. کیویو رو داریم تو این پک، باسه رو داریم، رافینیا، آکانجی، رافاسیلو و سه تا بازیکنی که این پایین هستن، یعنی کلهر از تیم لیورپول که واقعا خیلی خوب دروازه‌بانی کرد. مینامینو هم داریم که این دوتا بوستر داره دیگه هستن که ما تو این پک داریم و همینطور کامارا هم داخل این پک حضور داره. بریم سراغ ولاهوویچش که به نظر نمیشه خیلی چیز شاخی باشه. بلنگسال فاکسین دباکس رو داره. بریم سراغ اول از همه بوسترش که شوتینگ کلاس 3 داره، بال کنترل، فینیشینگ که بهوره و همینطور فیزیکال کانتاکتش رو 3 تا اضافه می‌کنه. بریم سراغ حالا استاتاش که تو اصل بال کنترل لینگا چیزی نداره. فینیشینگش فقط میتونه بالا 90 برسه و بقیه آمارش آمار متوسطی هست. دیبالای پست سی اف رو داریم با پلنگستال دیپلاین فوروارد داریم سراغ این قسمت. بال کنترل داری با تایت ویناش که برای سی اف واقعا مناسب هست. فینیشینگش میتونه به 90 برسه که واقعا خیلی خوبه. کرلش هم 86 و اگه بیام یه خورده پایین‌تر سرعت ویناش که نداره، سرعت وینا زیاد جذاب نیستش و کیکی باورش هم میتونه به 90 برسه. لوکا مودریچ رو داریم پلنگستال باکس تو باکس. بریم سراغ استاتاش که بال کنترل خیلی خفنی داره، 98 بیام یه خورده پایین‌تر، تایت 92 هم داره، لو پاس 93 و همینطور لوفتد 80 که لوفتش میتونه به بالا 90 هم برسه بعد از اینکه تو درکی بره. کرل 86 داره و اسپینا که خب نداره. لوکا مودریچ بالانسش هم میتونه به 90 برسه. خب باشه، از این ویدیو امیدوارم که لذت برده باشی. یعنی تو رو حتما لایک کامنت سابسکرایب رو فراموش نکنید که نمیتونید حسابی گرم تا ویدیو بعدی. میناتو خود ریاضا.